تأثیر تکرار در هر نوع یادگیری. تکرار عنصر کلیدی در همه یادگیری هاست. این موضوع را مکرراً در هر نوع یادگیری شنیده‌ایم تا در یادگیری با ما کمک کند. نقش تکرار در حافظه باعث می شود که در ذهن ناخودآگاه ما جانشین و یا ذخیره شود. با تکرار این اطلاعات با حافظه ما برای بلند مدت تشکیل شده یا شکل می گیرد و ماندگار می شود در ذهن قرار می گیرد. تقویه شده و جانشین ذهن ما می گردد. برای اطلاعاتی که تکرار کنیم، تأثیر سریع‌تر آن در آینده با ما کمک می کند و ماندگار می شود تا در کارهایی که خیلی برای ما سخت و دشوار است آسان شود. بعض چیزهایی که در یادگیری که از اطلاعات پیدا می کنیم، مخصوصا چیزهایی که تازه آن را یاد می گیریم، مثل نواختن یک موسیقی، رانندگی، دستهای جدید و همه اینها در یادگیری برای ما برای امتحانات تقریبا 75% آن را از ذهن خود فراموش می کنیم. برای اینکه به ذهن ناخودآگاه ما انتقال دهیم، باید تکرار آن را داشته باشیم تا در ذهن ما جایگزین شود و ذهن ناخودآگاه ما آن را بپذیرد و از فراموش کردن آن جلوگیری کند. این همه تکرار یادگیری ضرورت داریم به انواع تکرار یا یادگیری. انواع تکرار: اول، تکرار ساده است. تکراری که از اطلاعات تازه ما شکلی که را داده شده آن را میگیریم، یا نگاه میکنیم یا از حافظه دور میکنیم. تکرار مفهومی است که مهم است. تکرار اطلاعاتی که تمرکز بر مفاهیم کلیدی درک عمیق آنها باشیم و آن را نگه داریم. سوم، تکرار است که از رابطه دادن اطلاعات جدید با اطلاعات قبلی است که ذهن خودمان و یا ذهن ناخودآگاهمان آن را بگیرد و یا اضافه کند و شکل تدریجی می باشد. و تکرار چهارمی هست که تکرار فاصله هاست. اطلاعات یا فواصله که بین اطلاعات قرار می دهیم انجام می دهد، یا آن را افزایش می دهد و یا آن را از بین می برد. تکرار و مزایای خاص خودش را دارد. این افزایش یادگیری، حفظ اطلاعات با ما کمک می کند تا در ذهن ما حافظه ما جایگزین شده و ماندگار بماند و اعتماد به نفس ما را بالاتر برده، سرعت وقت را کمتر کند تا به اعتماد به چیزهایی که یاد میگیریم بر سیر ناخودآگاه ما باقی بماند. مثل تکرار رانندگی، افرادی که در رانندگی هستند باید مسئولیت خود و مسئولیت نفر مقابل را داشته باشند تا به اعتماد به نفسشان بالا برود و این یادگیری ماندگار شود تا در ذهن ناخودآگاه ما باقی بماند. و یا نواختن یک موزیک است که انگشتان ما و با ذهن ما کار میکنند و تکرارش کنیم تا انگشتان ما بتواند که به ذهن ما خودآگاه ما انتقال بدهد که اتومات هم را انجام بدهیم. حالا که انواع تکرار یادگیری ها را دانستیم و تکرارش کنیم تا فراموش نکنیم، تا در ذهن ناخودآگاه خود آن را انتقال دهیم و برای همیشه ماندگار بماند. مخصوصا دانشجویانی که درس های جدید میگیرند باید آن را تکرار کنند تا فراموش نکنند. یادگیری موفق میشوند و یادگیری بیشتر خود ادامه میدهند و تکرارش برایشان موفقیت‌آمیز است. عزیزانم، هر نوع تکرار برای هر رشته، هر کاری که باشد که بخواهید، هر قدر سخت که باشد، با تکرار میتوان آن را آسان تر ساخت. سرفلند و سرفراز باشید. تشکر از اینکه این ویدیو را مشاهده کردید. عزیزم، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید.